خب توی این قسمت اگر نگاه بکنید، من برم داخل کاستوم داش هدر که داخل اینکلود ما بود اینجا، این فایل یه مقدار بزرگ بکنم. ببینید این بالا داخل کاستوم داد هدر دیدید که ما یه فانکشنی داشتیم که نوشته ماکسیمم کاستوم هدر ستاپ، که اینجا چیکار میکرد؟ یه سری وریبل برای ما رو توی اری بود فیلتر کرده بود توی اری، و تو این اری چیکار کرده؟ گفته برای هدر اگه خواستید ایمیج درست بکنید اینجوری میتونید درست بکنید، اگر ایمیج نداشت دیفولت ایمیجش چی باشه. ما اینجا خالی گذاشتیم، مثلا میتونید شما هر چی دوست داشتید بذارید، مثلا میتونید بذارید ایمیج ایمیجز مثلا amir.pjpg مثلا، ولی ما اینو خالی بذاریم. دوما width and heightش رو گذاشته 1000 در مثلا 250. من بر حسب اون وب طراحی قالبم به جای 1000 میذارمش 1280 و به جای 250 میگم هایتشو بذار 300. 250 یه مقدار کوچیکه، یه مقدار بزرگترش بکن. و این فلکسیبل هایت باشه میزنم فالس. برای چی میزنم فالس؟ برای اینکه اگر شما ایمیجی داشته باشید که اینجا مثلا یه ایمیجی داشته باشید بالای این، بالای پارس کلیک، وقتی کوچیکش میکنید اگر فلکسیبل ترو بزنید ایمیج هم کوچیک میشه و به یه حالت بدی در میاد. پس من ایمیج رو نمیخوام فلکسیبل باشه یا چی باشه، هایتش مثلا یعنی طولش کوچیک بشه، نمیخوام، میخوام همینجوری طولش باقی بمونه. میتونید تصور کنید این رو به چه حالتی در میاد. اما اینو سیو میکنم، میرم داخل header.php ببینیم اونجا اوضاع چه قراره. داخل header.php اگر من اینو باز بکنم ببینید این بالا دوک تایپ ما رو نوشته که حالا هیچی. بیام پایین یه جا داخل بالای سایت برندینگ باید چیکار بکنیم؟ هدرمون رو از چی میگن؟ باید پیکچر هدرمون رو اضافه بکنیم. اما کجا باید اضافه بکنیم؟ میبینید سایت برندینگ رو که بالا داشتیم، باید اینجا ما چیکار بکنیم؟ اضافه بکنیم که من اینجا میزنم to do، خب که بیادم بمونه. وقتی اینو زدم to do برمیگردم داخل کاستوم هدر این بالا یه فایلی داشتیم ما، نمیدونم اسمش فانکشنمون بود، بذارید من فانکشن رو باز بکنم. داخل فانکشن یه جای دیگه است. خیلی خوب اینجا نیست، قبلا بالای کاستوم داش هدر یه کدی بودش که به شما نشون میداد که اگر بخواید کاستوم هدر رو اضافه بکنید چجوری اضافه بکنید. بیاید این بالای اون رو ما کپی میکردیم میآوردیم داخل این پیست میکردیم به نام کاستوم هدر. بذارید من اینجا کاستوم داش هدر رو بزنم ببینم آیا میتونم اینو پیدا بکنم. یا هدر، میبینید که کاستوم هدر داخل هدر ما نیست، اما داخل کاستوم ما، کاستوم هدر ما یه جمله، یه کدی بودش به این صورت که اگر get header image داشتیم به ما این رو ایمیجش رو اینجا بذار. من این کد رو اینجا میبینم، اما قبلا underscore برای من چیکار کرده بود؟ اومده بود یه کدی رو داخل مثلا comment اینجا نوشته بود برای من اینجوری که مثلا اگر میخوام custom header اضافه کنم این رو کپی کنم بیام درست بالای این که توی هدر ما هست پیستش بکنم که اینجا بود. ولی اما من این رو سیو میکنم برمیگردم داخل گوگل کروم که این کد رو من از توی کاستوم هدر میتونستم کپی بکنم. حالا کاری با این ندارم، برمیگردم اینجا داخل کاستومایزر بذارید ببینم میتونم هدر ایمیج اضافه کنم. اینجا میزنم add new، میام یه ایمیجی انتخاب میکنم به این حالت و کراپش میکنم به این صورت، یه مقدارم اینجوری کراپ میکنم و سیو و پابلیش. میبینید که این بالا تو دو رو اینجا نوشته، میبینید، اما کاستوم هدر رو برای ما اضافه نمیکنه. میبینید تو دوری که ما گذاشتیم اونجا نوشته، اما کاستوم هدر رو برای ما اینجا اضافه نمیکنه. چجوری اضافهش بکنم؟ با این کدی که من داخل کد سنیپیت برای شما نوشتم اینجاست. میبینید که اینجاست، این رو کپی میکنید ویدیو 11، میایید اینجا به جای این to do پیستش میکنید، خب که از اینجا تا اینجاست.
خب من تو این کد چی به شما گفتم؟ گفتم که اگر get header image رو داشتیم یا داخل یه div، البته این div کلاس رو من داخل کامنت بذارم که من اینو خودم اضافه کردم، بیا این رو به من نشون بده. الان اگه من برم ریفرش بزنم اینجا، میبینید که هدر رو به من نشون میده، اما یه مقدار فاصله زیرش داریم و این ایمیج ممکن نیستش که وسط باشه، فقط به خاطر اینکه بزرگی شما دارید وسط میبینیدش. خب به خاطر همینه که من این دیو رو اضافه کردم اینجا. خب و بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم داخل style.css بزرگش کنیم، بیام تقریبا اونجایی که ما قبلا بودیم، هدینگ این بالا من چی رو اضافه کنم؟ یه سری استایل اضافه کنم. دیوی که اضافه کردم کلاسی داده بودم بهش به اسم کلاس هدر ایمیج. خب میام داخل style.css می نویسم هدر ایمیج و فقط میگم img که ایمیجش هست رو تغییر بده. چیکارش بکن؟ بزن display block و بعد بیا اینجا چیکار بکن؟ مارجینی که بهش میدی صفر و اوتو باشه. الان این رو ما سیف میکنیم، بیایم اینجا، باید این فاصله یه مقدار کوچیک باید از بین بره. خب میبینید که الان از بین رفت. خب ما این رو این کار انجام دادیم، اما یه بار دیگه من برمیگردم اینجا. نکته اساسی این اضافه کردن هدر ایمیج بود که اینجا ما اضافه کردیم، که من اینجا یه کامنتی در موردش بنویسم، هدر ایمیج. ببینید که خودش برای ما کامنت رو نوشت اما ایندنتش نکرد. خب این هدر ایمیج میگه که اگر get header image ایمیج داشتیم، بیا این دیو رو باش کاری نداریم که ما استایل دادیم، بیا یه لینکی بساز که هدر اکو بکنه چیو؟ ESC URL home URL و اینا رو با این جدا بکنه، ریلیشنش رو بذاره home و یه ایمیج اضافه کنه. ایمیجش رو از کجا بیاره؟ هدر ایمیج و ویدتش رو مثلا بده به اونجایی که ما تنظیم میکنیم و هایتش هم مثلا این حالت بده و یه alt هم میتونید بذارید، مثلا altی که بهش میدید مثلا اسم عکستون باشه، مثلا که اسم سایتتون باشه بهتره. من میذارم فارسکری. خب این از این میتونید اینجوری اضافه کنید. اما کاری که این هدر ایمیج و هوم یو آر ال این کدا رو همه رو شما داخل این کاستوم هدر میتونید پیدا بکنید. ببینید اگر بریم اینجا میبینید که آرگومنت که اینجا داریم هیچی. ببین پایین نگاه بکنید، دیم سپورت و هدر ایمیج رو من اگر هدر ایمیج کاستوم هدر رو اینجا کپی کنید، میبینید که اینجا به شما کدهاشو میده که چجوری بتونید ازش داخل این چیزی که من اینجا بهتون گفتم استفاده بکنید.